با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. من امشب قرار نبود کلیپ بذارم، اما دو تا مسئله پیش اومد که خدمتتون عرض بکنم. جو تهران کاملا امنیتی شده به دو علت. یکی این که چون این هفته احتمال اینکه یک مقدار از بورسی ها شلوغ بکنند چون زندگیشون رفته، چیز دیگه بر دستان ندارند، جو امنیتی کردن که به قول معروف مردم رو بترسونن، اما کور خوندن. و دوم این است که احتمال میدن که حمله از طرف آمریکا اتفاق بیفته. اگرم حمله از طرف آمریکا اتفاق بیفته در تهران نخواهد بود. حالا شاید دو جور بخوام بزنن، اما اونا سر کارشون با سپاست و ریشه سپاه رو میخوان بزنن، هرچند که ریشه های سپاه خودش بیشترش کنده شده و دیگه نیست. خدمت شما هستم که بورس خب دیگه حالا کم کم تقش داره در میاد، مشخص میشه. امشب یکیشون به من گفتش آقا محمدی مگه میشه پولا رو برده باشن؟ گفتم چطور نمیشه؟ مگه ظریف نمیگفتش که 35 میلیارد دلار پول گم شده برای دوزن تحریما؟ او 35 میلیارد دلار بوده. مگه جهانگیر نمیگفتش که نمیدونم چند میلیارد دلار 4200 تومانی نمیدونیم کجا رفته؟ نمیدونم تو اون بالا چه برای چی نشستی آقا جهانگیر؟ خب دوست از اینم همونجا رفته، دنبال همون پول هست. چون اینها سپاه دیگه زده به سیم آخر و براش هیچ اهمیت نداره. الان خود بچه های بورس هم موندن توش، چون سپاه همه اینا روش نفوذ داره، هر کس هم حرف بزنه الی آخر. امشب یک صوتی من گذاشتم توی کانال تلگرام، بعد دیدم که دو سه نفر من زنگ زدن. اگر تا 5 دقیقه دیگه بر نداری الت میکنیم، بلت میکنیم. گفتم بزرگتر اشتباه زندگی نیکنه، من تهدید میکنید. من با یه حکومت جهل و جنایت و خیانت در دنیا در افتادم، شما که بچه هستید. گفت نه اشتباه نکن، ما اگه این کلیپو بر نداری اینقدر چقدر میدونم چند صد میلیارد دلار چند صد میلیارد تومن ضرر میکنیم و 1 میلیاردش رو خرج تو میکنیم و ظرف 2-3 روز علیه تو کلیپ میدیم بیرون و ایلت میکنیم بلت میکنیم، از تهدیدی که همیشه میکنن و پوشاری تو خالی. گفتم جدی میگفت؟ آره. گفتم باشه 10 دقیقه رو به من فرصت بده. 10 دقیقه رو دادم، یکی از بچه‌ها رو تصویرم گذاشت تو یوتیوب هم پخش کردم. گفت تو که بدترش. گفتم من همینم، تهدید بکنی همینم. گفتم من محمدی کار خودم انجام دادم، خودتونم میدونید. گفت ما تو رو آدم سالم میدونستیم. گفتم شما سالم میدونستید منو، حالا بخواد چاخان کنید به اینجا نمیرسید. گفتم من محمدی کار خودم رو کردم، این 2 سال آخر دارم اضافه کاری میکنم. من قبلا ها گفتم من محمد دوی امدادی کار میکنم، استارت اول رو من میزنم. زدم 15 سال شروع کردم. اولین هدف همین بود که مردم از این حکومت ترسشون بریزه. اگر من صدام بردم بالا، اگه توهین کردم به مسئولین مملکت، که ترس مردم بریزه که بابا میشه بینا توهینم کرد، میشه بینا فحشم داد، میشه بینا بدی برام گفت. هرچه من کلمات زشت استفاده نکردم، اما چیزی که لایقشون بوده گفتم، یک از صدم نگفتم. گفتم من کار خودمو کردم، من این پرچم دوی امدادی رو آوردم، یه نفر بودم، من یک نفر بودم. اونا دیگه گاغدار می اومدن اما تو رو ول میکردن، من یک نفر بودم. اما الان این پرچم به دست صدها هزار جوان ایرانی، مردزن ایرانی افتاده، تموم شده است. من وظیفه من انجام دادم، از این بحث دارم اضافه کاری میکنم. دیگه فرقی نمیکنه، دیگه همه آگاه شدن، شما رو شناختن، ماهیت شما مشخص شد، تبهکاری شما مشخص شد. اون بالا هم یه شاهزاده عزیز داریم، این شیر وایساده همه جا رصد میکنه، حواسش به همه جا هست. الان نیرویی که ایران داره که اصلا تصورش برای شما مشکل، اصلا نمیتونید تصور کنید، چون شما فقط به فکر دزدی و خیانت و جنایت و اینا هستید. الید میکنیم، داره فیلم برای درست میکنیم، بلدیم چیکار کنیم، سرسازی میکنیم، هر کاری گفتم، هر غلطی میخواید بکنید، بخش چیزی هم بهشون گفتم ولی نمیخوام بگم، هر کاری گفتم میخواید بکنید بکنید. من از چی میترسونید؟ من از چی میترسونید؟ مردم رو حقشون ضایع کردید، جنایت کردید، خیانت که پولی بدبختار گرفتید، بردید، خوردید، فر رفته. اون آقا که امشب سرساره میکرد، اون مشخصه کسی است که لااقل پول هزاران نفر رو گرفته، میخواسته توی اون بانک دی از اونجا سهام بخره که حق کمیسیونش رو بگیره. دزد از دزد زده، سرش کلا رفته، سایت رو بستن، حالا به همین آتیش گرفته. فکر نکن دلسوزی مردمه، نه، اون دلسوزی جیب خودشه. حالا باید پاسخگوی کسی پولاش گرفته، ضمنی که پولاشونی گرفته قطعا میدونم کمیسیون خودشم برش خرجم کرده، حالا باید اونو جواب بده. تا چی کردی؟ چی میخوام بگم؟ اون آقا هم فکر نکنید من از رضای خدا آمده موش بگی، نه،
اون قطعا هم چه اتفاق افتاده براش، هم چه کاری کرده و قولهایی داده حالا زیر قولش مونده. پس من محمدی وظیفه رو انجام دادم، به نحو احسنم انجام دادم. 1400 تا کلیپ گذاشتم در رشته های مختلف، جوان هر گوشه تو اونجاست. بیاین من تیک تیک کنید، 1000 تا علیه من برید فیلم درست کنید، سند مالی درست کنید، درست کنید. جوان علی کرد چه غلطی کرد؟ بکنید. بهتر میشه این کارو بکنید، مردم بیشتر میام با کار من توجه میکنن. من غیر از سلاح صداقت هیچ دیگه نداشتم. و غیر از سلاح اینکه در مقابل این حکومت بهترین دفاع حمله است، چیزی نداشتم. و این کارا رو انجام دادم، با افتخار هم کار انجام دادم. ما شیشه عطریم، نترسیم ز سنگ. اینقدر تهدید کردن شما بوش، حالا ولی شما آتیش گرفتید. اما خدمت شما عرض کنم که بله، من کلیپ خواهم کوتاه بشه. خدمت شما عرض کنم که میگن یه آقای بدهکار بود و خلاصه همه جا رو به گن زده بود. بعد گفتن آقا سوار اسبش بکنید تو شهر بچرخونید که مردم میگه پول به این قرض زده، این بدهکاره، به کسی پول قرض نده. شب شد و بعد کسی که میچرخوند اومد گفت پول منو بده. پول چی رو بدم؟ گفت که خب من اصلا تو گردوندم اینو. گفت تو مگه اصلا چی میگفتی؟ مگه گفتی پول نده کسی پول نده، چرا من سوار کردی؟ به من میگه که باز میخوام توهین میکنه، میگه از روی یوتیوب برداز بذار مردم دنیا نفهمن دعوای خانوادگی هر چی تو خانواده است. گفتم شما هیچ جای دنیا حیثیت نداری، شما فکر کردی، شما سرت کپ زیر برف کردید، تمام دنیا میدونه شما چه جنایتی کردید، چه دزدی ها، چه خیانت ها، چه ظلم ها، چه ستم ها، چه کارها که نکردید. شما به من بگید چه کار نکردید؟ تا صادرات زنهای ایرانی به کشورهای مختلف، تا هر کاری پول توش بود در آورد، کار کردید توش، از مواد مخدر تا الی آخر، چه کار که نکردید؟ دنیا آبتون بره. من قبلا فقط تو تلگرام بودم، از تو تلگرام برداشتم تصویرش هم گذاشتم روی یوتیوب، خوب کاری هم کردم، بدترش هم میکنم، جیگرتون رو در میارم. حالا جو امنیتی کردید که مردم بترسن، پولا رو بردید، دزدیدید، خوردید. مگه این ظریف بیشرف حروم لقمه چی زاده؟ مگه نمیاد محکم میگه ما از فلسطین دفاع میکنیم؟ تو گوه میخوری جد با جد آباد، چه صافت لجنه ارث پدرت میبخشی؟ چه روزگاری سر تو بیاد خدا میدونه. چطور های گردن واسه اونا میزنه بالا، به ما که میرسه نمیدونم 45 میلیارد دلار کجا رفته. بیشرف، بیشرف، بیشرف ها، حروم لغمه چی زاده. حالا خدمت شما عرض کنم که من دو سه روز دیگه کلیپ میذارم رو همین قضایی که خدمت عرض کردم. ما بچه هم بهتون بگم جوجه بهتون به خوبت یکی از اینم گفتم تو دزدی کردی، چوب برمیدارم، گربه سیاه هست که چوب برمیدارم، گربه دزده میترسه. خاتمی اومد همه پته شما رو آب ریخت، فرستادش بیاد حرف بزنه. خاتمی شکلی حرفا نیست، پته شما رو، ما تای قصه شما رو فهمیدیم، ولی میخواست مردم از شما بترسونه دیگه. شما کسی که دیگه عادت کرد به این حرفا دیگه تموم شده است. نیروی هم که اومده بیرون همش با مردمن، حالا ببینید چه کارتون میکنند. این این نیروها دیگه نیروها نیستن که شما بحث اسلام و اعتقاد اینا دیگه دیدن. دزدی های شما، خیانت های شما، جنایت های شما، بیشرفی شما، بیرحمی شما، کثافت بودن شما در همین زمینه دیدن. حالا کجای کارید شما؟ خب یه تیکه دیگه دوستان، من از خاطرات قمارخونه براتون بگم، 10 دقیقه بشه کلیم. یک قمارخونه یه چیزی هست اسمش نمیدونم چی، اینا سکه میزنن توش، آهی هول میده میاد جلو، بعد سکه ها میرزه پایین جمع میکنن، بعد این میاد به یه حدی میرسه که دیگه های تونتون سکه میندازید، چون یه سکه میزه به نظرتون نمیاد. اسمش یادم رفته. من حدود 6 ساعت یه جا نشستم، توی شهر بازی هم بودین، بعد دیدم که دیگه تابلوش رفتم دوربین گرفتم از دور هم نگاه میکنم، همینجا نگاه میکردم. جالب بود برای من، هر نیم ساعت سروب یه بار یه آقای اومد، یه دختر بچه رو دید، گفت سکه تو برای من بنداز، اگه چیزی بردم سر به تو میدم. این دختر رفت انداخت و اونجایی بود باید پول خالی میشد، ریخت پایین و مردی بعدش 10-20 مارکم به این داد. یه بار دیگه یه پسر بچه 11 ساله اومد و یه آقای اونجا بود، گفت برام بنداز، انداخت و باز پولا بود. بعد فهمیدم که اینها آدمای خودشون هستن و درست بودجه‌ای که میرسه این کارو میکنن، همین کار تو بورس هم دارن میکنن. ولی خب دیگه تقش در اومده، این دیگه آخر خطتونه، این آخرین ایستگاه شماست، خودتونم خوب میدونید دیگه. به هیچ ملت تا به اون بدبخت مستضعف و اون نادارم رحم نکردید،
بو امام گور به گور شده مستظهر پرستان بیارم بیرون دیگه، بیرون بیرون از امام کسافتتون خمینی جنایتکار و خامنه‌ای کسافت لجن بیشرفی که همه کسافت دنیا تو وجود این بشر هست، خامنه‌ای هست از خمینی بدتر، اون خمینی از خمینی بدتر، خمینی از بدتر. خب من خوشحالم که بهتون میگم اون کلیپی که این کلیپی که شاهزاده راجب جهان غرب گفته که دیگه آب تو هوا میکوبید، چقدر جمله قشنگی دیگه، گفته بس کنید، خجالت بکشید، شرم کنید، برید بمیرید، این همه علیه این ملت حرکت کردید دیگه، خجالت بکشید دیگه. اینم بهتون بگم غرب و شرق و وسط و غیر وسط همشون تو بحث کرونا شکست خوردن. بعد بلوف میزنه این ترامپ اومده من تا آخر سال 2020 سرمشو میگه واکسن میدم بیرون، مرتی که پوفیوز، مرتی که حمال، مرتی که نفهم، مرتی که بی سواد، خودتی جد آبادته، یک واکسن ساخته هم بشه اولا که برو حیوانات جواب نمیده، شک دقیقه سن نکنید، موندن رو چی امتحان بکنن، حرف مفت میزنه که مردم رو آروم کنه، بچه اون یک سال یک سالیم کار میکشه تا آزمایش رو پس بده، بچه میخوان رو کی امتحان کنید، رو انسان ها، رو حیوان، رو چی؟ مگر رو خود احمقت بخوای امتحان بکنی؟ گول مردم گول حرفات که نمیخورن، داروی فلان دارو همش قصه است و سر هم گرده میتراشید تا با سر برید توی اون چاهی که باید برید مردم سیفونی برو شما بکشن، مردم دنیا هل خجالت بکشید، شرم کنید، بس کنید، بمیرید بی سواد احمق. مردم چی فرض کردید؟ مردم دارن کم کم خودشون پیدا میکنند. کرونا اومد که تابوی شما آشکارا رو بشکنه، شما خیانتکارا و جنایتکارا رو بشکنه، شما کسی که دزدی رو گشتی سر فصل کارتون و تموم شده هستید. و بین آقایانی که تهدید کرد بهتون بگم هیچ وجه فر نمیذارم این کلیپ رو و گذاشتم، خوب کاریم کردم، از دوستانم میخوام که در حد پخشش کنن، لایکش کنن تا شاید 4 نفر کمتر، الان اونم که پشیمون شده پولشون بگیرن، پولشون نمیده بورسا، روی یه چیز نوشته مثلا اینقدر رفته بالا ولی رو کاغذ است، روی چیز، روی بیلبورد است، روی چیز دیگه نیست، ولی خودشون هم میدونن. اما قضیه صندوق قرض حسنه و مؤسسات مالی اون این جایی بود که پولت میرفت، اینجا پولت که میره هیچی، بدهکارت هم میکنند، ولی خب خوشبختانه حکومت به اونجا عمرش نخواهد رسید. ایام بکام روزگار خوش.